میلیون ها توریستی که از اینجا دیدن میکنن معمولا فراموش میکنن بپرسن که خانواده مدیچی پول اینها رو از کجا آورده. پاسخ اینه که اونا به عنوان دلال اعضای خارجی جز اعضای اتحادیه صرافان یا همان آرتی دی کمبیو بودند که باعث ترقی و توسعه اون هم شدند. آمدن جیوانی دبیچی باعث شد تا فعالیت‌های خانواده مدیچی کاملاً وجهه قانونی پیدا کنند. مدیچی‌ها بخشی از این موفقیت رو مرهون روش‌های حسابداری خلاقانه‌ای بودند که اونها رو از قوانین ضد ربا خلاص کرد. هیچ بهره‌ای در کار نبود و بنابراین مدام هم صورت نمی‌گرفت. فقط برای تبدیل یک ارز به ارز دیگه کمیسیون دریافت می‌شد. وقتی پرداخت پول به یک تاجر برای مدت زمانی جلو انداخته میشد، مبلغ کمیسیون بالاتر می رفت. به همین ترتیب کسی که پولش رو در بانک مدیچی میذاشت مبلغی تحت عنوان دیسکرتسیونه دریافت میکرد تا ریسک پولش رو جبران کنه. این همون ربا بود، اما تحت عنوان پرداخت جریمه به شکل زیرکانهی پنهان میشد. حالا برای اولین بار ربا وارد سیستم بانکداری شد. یهودیان با ایجاد نظام مالی و پولی و سازوکار اقتصادی فاسد آرام آرام شروع به جذب نخبگان، اندیشمندان و سیاستمداران تحت لوای سیستم های مخفی نمودند. آنان با استفاده از همین اشخاص موفق به طراحی مکاتب زندگی مختلفی برای جهانیان شدند. نئونازیسم، فاشیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم تمام این مکاتب بشری یک نقطه مشترک داشتند: نادیده گرفتن خدا در شؤون زندگی. بوسه اومانیزم یا اصالت بشر رحمی وجود داره به نام مدرنیته و در اون رحم مدرنیته جنین های شکل میگیره به نام ایدئولوژی های مدرن. ایدئولوژی های مدرن که هر تعداد باشن بشماریتشون، سه تاشون رسیدن به مرحله به اصطلاح فاینال، به مرحله نهایی. یکیشون ناسیونالیسم بود، یکیشون سوسیالیسم بود، یکیشون لیبرالیسم. یه شق سومی به نام نازیسم و فاشیسم در ایتالیا و آلمان بود که ترکیبی بود، اون رو در جنگ جهانی دوم نابود کردن و بلعیدن. جنگ جهانی سوم جنگی بود که بین لیبرالیسم و سوسیالیسم بود. در نهایت سوسیالیسم نابود شد و بلعیده شد. زمانی بود که در 1989 و 90 با فروپاشی شوروی آقای فرانسیس فوکویاما مسئله پایان تاریخ رو مطرح کرد. این مفهوم پایان تاریخ چیه؟ این یک سبک زندگی وجود داره، اونم لیبرالیسمه. بانکداران به منظور چپاول ثروت ملت ها و ساخت تمدنی بر پایه سود بیشتر علاوه بر تصرف نظامی از شیوه های دیگری نیز استفاده نمودند. بنیان های مدنی سویدان شاده از به نشه از ذهن نبود تراشنده یهود ارادش در جنگ با خداست. دنبال جان داشته دیگران نباشید. اینا چه به شما نشون دیدن و میگن اینا آزه به غلط دادنه. اونی که شما گفت قرب جلو رفته شما آزمانی سیدی که خواهد سن وقت پدر رو نوشته، اون کسی که به شما گفت قرب جلو رفته چون ماسک بده در اینجا آمده تو هم هر وقت سی جامعه شما دید، اینا همه در آزه به غلط بشه بعد قرب بشه بیست دکترون به یک افتاد توی دریا رفت آمریکا رو پیدا کرد و آقای قاسم دوگامات که نماهای امیدی بود دور سردار چپاول ملت و بحران سرزنشون داد و آقای قاسمانی را افتاد رفت استرالیا رو گرفت توسه کرده مردم اونجا کندن قرب اینه، قرب قاسمانی، قرب قاسم دوگاما، قرب ماجران و قرب بیست دکترون.